اول قرنتیان فصل هشتم. و اما درباره خوراک‌های تقدیم شده به بت‌ها، البته همانطور که شما می‌گویید همه ما اشخاص دانایی هستیم، ولی چنین دانشی آدم را مغرور می‌سازد، اما محبت بنا می‌کند. اگر کسی گمان می‌کند که بر همه چیز واقف است، واقعاً آن طوری که باید و شاید هنوز چیزی نمی داند. اما کسی که خدا را دوست دارد با وسیله خدا شناخته شده است. پس درباره خوراک هایی که به بت‌ها تقدیم شده است، ما می دانیم که بت واقعیت ندارد و خدای دیگر جز خدای یکتا نیست. حتی اگر به قول آنها خدایان در آسمان و زمین وجود داشته باشند، یعنی امان طور که می‌بینیم آنها به این گونه خدایان و خداوندان عقیده دارند، برای ما فقط یک خدا است، یعنی خدای پدر که آفریننده همه چیز است و ما برای او زندگی می‌کنیم، و فقط یک خداوند وجود دارد، یعنی عیسی مسیح که همه چیز به وسیله او آفریده شد و ما در او زیست میکنیم. اما همه مردم این را نمیدانند. بعضی ها چنان با بت‌ها خو گرفتند که تا به امروز خوردن خوراکی‌هایی را که به بت‌ها تقدیم شده خوردن قربانی بت‌ها میدانند، و هر وقت از آن بخورند وجدان ضعیفشان ناپاک میگردد. البته خوراک ما را به خدا نزدیکتر نخواهد ساخت، نه از خوردن آن غذاها نفعی عائد ما می شود، نه از نخوردن آنها ضرری. اما متوجه باشید، مبادا این آزادی عمل شما به نحوی باعث لغزش اشخاص ضعیف گردد. اگر کسی تو را که شخص دانایی هستی بر سر دسترخوان بتکده نشسته ببیند، آیا این عمل تو کسی را که دارای وجدان ضعیفی است به خوردن قربانی های بت تشویق نخواهد کرد؟ پس روشن فکری تو باعث می شود برادر ضعیفی که مسیح به خاطر او مرد نابود شود، و به این ترتیب شما نسبت به برادران خود گناه می کنید و وجدان ضعیف آنها را جریحه‌دار می سازید، و از این بدتر نسبت به خود مسیح هم گناه می کنید. بنابراین اگر خوراکی را که می خورم باعث لغزش برادرم شود، تا ابد گوشت نخواهم خورد، مبادا باعث لغزش او بشوم.